بسم الله الرحمن الرحیم. متن بحثمون، متن صحبتمون در توضیح یه نامه، سفارش، وصیتی از آقا امام عسکری علیه السلام بود به شخصی به اسم علی ابن حسین قمی، که حالا عرض کردم یا جناب علی ابن حسین ابن باب ویه قمی پدر شیخ صدوق، یا یه شخصی از اجلاء روات علماء شیعه به اسم علی ابن حسین سعدآبادی قمی، یکی از این دوتا. نامه حاوی نکات مهمیه، مطالب مهمی داره. اواخر عمر امام عسکری این کلمات صادر شده، نزدیک دوران غیبت، مجموعه تکالیفی از شیعه رو داره بیان میکنه تو همه جهات مختلف، فردی، جمعی. حالا وارد اصل متن نامه میشیم. سفارش میکنم تو را ای کسی که مورد اعتماد من هستی، فقیه من هستی، یعنی امضا شده فقاهتت در نزد من، شیخ ما، یعنی جایگاه بزرگی در نزد ما داری، آقا جناب علی ابوالحسن علی ابن حسین قمی. بعد دو تا دعا میکنن امام عسکری: وفقک الله لمرضاته، خدا تو را توفیق دهد به اون چیزی که مورد رضایت اوست. دو: و جعل من صلبک اولادا صالحین برحمته، از سر لطف و عنایت و رحمت خدا در صلب تو اولاد صالح قرار بدهد. این دو تا دعایی که اول کار میکنن حضرت. سفارش میکنم تو را به تقوا، بر افا داشتن نماز و اداء زکات تا بقیه نامه. رو همین دو تا دعا صبر کنیم وایسیم. جمله اولش: وفقک الله لمرضاته. خوب عرضمو بشنوید. ما تو زندگیمون کار زیاد انجام میدیم، اما یکی از چیزهایی که واقعا باید بدون شعار، بدونی که بخوایم شعار بدیم، واقعا باید بهش پایبند باشیم، اینه که من در زندگیم باید کار رو انجام بدم برای اینکه خدا میخواهد. درست اعمالی که ما انجام میدیم یه سریش قصد قربت درش شرطه، که اگر قصد قربت درش نکنیم به خاطر اطاعت دستور خدا انجامش ندیم اصلا باطله. مثل نماز، مثل روزه. روزه را اگه قربتن الله به جا نیارم اصلا باطل. سایر اعمال اینجوری نیست. اما من آمدم به این دنیا برای اینکه کاری رو که انجام میدم کارها رو به خاطر اطاعت دستور خدا انجام بدم. هدف اصلی تو کارامونم، این جمله ساده اولش، هدف اصلی کارهامونم باید همین باشه. یعنی واقعا در زندگی دنبال این باشم که رضایت خدا رو جلب بکنم. هستیم همه دنبالش؟ باز بدون تعارف، خیلی رک و پوسکنده، بله هستیم، خیلی جاهم هستیم. اما اونجاهای این قصه خودشو نشون میده، اونجاهای خودشو نشون میده که مصلحت دنیایی بر خلاف رضایت خدا جلوه بکنه. هر وقت مصلحت دنیایی بر خلاف رضایت خدا شد و اون وقت حاضر شدم از مصلحت دنیام بگذرم برای اینکه رضایت خدا رو به دست بیارم دیگه. و الا تا وقتی که بله الان در آسایش و راحتی هستیم، الان نماز هم بخونم، نمیدونم عبادت هم بکنم، فلان کارم هم انجام بدم، هر کاری از کارها رو انجام بدم، با زندگی دنیای من خیلی مخالفتی نداره، با وضع زندگی ظاهر اینا خیلی مشکل نیست، اینا رو انجام میدیم. عرض کردم اونجایی که تعارض میکنه، شاخ به شاخ میشه با هم دیگه، یعنی از طرفی یه کار دنیایی هست، اینجا اگر الان بخواهم به این مسئله‌ای که مورد رضایت خداست عمل بکنم، یه عده‌ای از رفقای من از من فاصله می‌گیرن. اگه بخوام به این کار الان دست بزنم و این چیزی که مورد رضایت خداست انجام بدم، فلان سود رو نمی‌کنم تو کسب و کارم، اینجا حاضر باشم به انجامش. این نکته اول، ما وظیفه‌مون همینه. نکته دوم اینه که من اگر بخوام تحصیل رضایت خدا بکنم، اینو باید باور بکنیم، تحصیل رضایت خدا در یک کاره. تمام کارهایی که من در طول زندگیم انجام میدم بخوام بگم تحصیل رضایت خدا میکنم، تو یک جمله باید جمعش بکنم: تحصیل رضایت خدا به این است که اون کار رو برای امام عصرم انجام بدم. محور اصلی تحصیل رضایته. آقا یعنی نمازم وقتی میخوام قربتن الالله بخونم؟ بله، من نمازم رو قربتن الالله میخونم چون خدا دستور داده. این دستور رو کی به من و شما رسونده؟ پیغمبر و امامم. این نمازی که قربتن الالله دارم میخونم، همین نماز، همین نماز رو اگر بخوانم مورد رضایت امام عصرم قرار میگیره. توی زیارت جامعه اون فقرات آخرش: یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا برضاکم. یه گناهانی بین من و خدا هست که شما تا راضی نشین
اونا برداشته نمی شود. من عصیان خدا کردم، رضایت امام این وسط چه کاره؟ من وقتی عصیان خدا می کنم در حقیقت دارم عصیان حجت خدا هم می کنم. وقتی دستور خدا رو گوش نمیدم دارم یه کاری می کنم که امام اصلم ناراحت میشه. پس تحصیل رضایت خدا به تحصیل رضایت ولی خدا و حجت خداست. از این غافل نشین. تمام کاری که انجام باید بدم باید رو این نقطه قرار بگیره. آقا فردای قیامت امام مجتبی سلام الله علیه تو حدیث معروفی که به جنادت ابن ابی امیه فرمودن در لحظه آخر عمرش فرمودن آقا از این دنیا هر چه به دست بیاری فی حلالها حساب فی حرامها عقاب، حلال این دنیا را برداری حساب رسی داره، معطلی دنیایی داریم. فردای قیامت بخوان حساب ما رو برسن ولو کار درست انجام داده باشن سوال میکنن از ما دیگه آقا این دارایی رو داشتی، این ثروت رو داشتی، این امکانات و نعمت ها رو داشتی، آبرو داشتی، جوانی داشتی، علم داشتی، بیان خوب داشتی، ثروت داشتی، موقعیت اجتماعی داشتی، هر چی از این نعمت ها داشتی یه جای بود خرج کنی دیگه. تمام این نعمت هایی که دادیم که ازش استفاده کردی فردای قیامت ولو درستم استفاده کرده باشم همش هم حلالم باشه حساب میکنن. معطل چیکار کنیم؟ معطل نشیم. دارم وفقک الله لمرضاته رو توضیح میدم. راهش اینه. پیغمبر اکرم به سلمان و ابوذر یه روز نفر یه درهم دادن، فهمدن این مال خودتون بید خرج کنید. رفتن بیرون، رفتن از پیغمبر که فاصله گرفتن، سلمان به یه فقیری برخورد کرد، یه کمی فکر کرد و حساب کتاب تو ذهنش کرد، گفت ما که هر روز زندگیمون میگذشت دیگه، حالا امروز هم مثل بقیه روز یک درهم رو در راه خدا بدیم. یه درهم رو داد. ابوذر عیالوار بود، یه درهم هم یه پولی بود، بالاخره همون تو وضعی که هیچی بهشون نمیرسید یه درهم هم یه چیزی بود، یه مقداری از مایحتاج زندگی اون روزش رو خرید که یکی بچه‌هاش چیزی بخورن. هیچ کدوم کار حرام انجام ندادن، هر دو کار درسته. فردا شد، چرا پیغمبر دادن؟ فردا آمدن محضر پیغمبر اکرم و پیغمبر دستور دادن یه سنگی رو بیاین رو آتش بذارید داغ کنید. سنگ رو داغ کردن، قشنگ این داغ که شد، گداخته که شد، فرمودن برید رو این سنگ بایستید بگید این یک درهم دیروز رو چی کار کرد. سلمان برو. سلمان پاشو گذاشت رو سنگ و قبل از این که پاش بسوزه گفت همه را در راه خدا دادم. آمد چند ثانیه هم نشد، نوبت به ابوذر رسید. ابوذر مدتی فکر کرد که خب من الان برم بالا یادم بیاد دیروز چی خریدم، خود این یاد آمدن طول میکشه، بعد دونه دونه اینا رو بخوام بشمارم کف پام میسوزه. عرض کرد یا رسول الله از ما بگذرید، کار بدی نکردیم، درست خرجش کردیم. پیغمبر فهمیدن این مسئله از آخرت، هر دوتون کار خوب انجام دادید، اما بالاخره همین مقدار معطل میشید. حالا این حدیث، حالا من چیکار کنم فردای قیامت معطل نشم؟ فردای قیامت جلوی ما رو میگیرن میشمرن نعمتایی که بهت دادیم چیکار کردی. یک کلمه بگو، اینجوری زندگی کن تا بتونی اینجوری بگی همه رو در راه امامم امام عصر خرج کرده. اگر واقعا تو زندگیم این گونه زندگی کرده باشم فردای قیامت میتونم اینجوری جواب با یک کلمه همه رو جواب دادم، با یک کلمه همه رو جواب دادم، همه رو در راه رضای خدا، در راه اطاعت حجت خدا ولی خدا، همه رو تو اون راه خرج کردم. اگه آبرو داشتم اونجا گذاشتم، اگه زن و بچه‌م بوده تو این مسیر قرار دادم، اگر ثروت بوده همینجا مصرفش کردم، هر چی بوده تو این راه. اینی که میگم در راه حجت خدا خرج بکنیم معناش این نیستش که همش پولی که دارم بدم به بقیه خرج خودم نکنم. اینی که من خرج زن و بچه خودم هم میکنم مورد رضایت امام عصره، به یه شیعه هم کمک میکنم فقیره اینم مورد رضایت امام عصره. این معنای در راه خرج کردن در راه حجت خدا ولی خدا معناش این نیست که واسه خودم خرج نکنم، نیتم رو عوض بکنم. این مهمترین نکته است، مهمترین نکته. تو کارامون نیت هامونو درست کنیم. خیلی مراجعه میکنم، خیلی مواجه میشیم، هممون شد کمتر بیشتر مواجه میشیم. من چه کار کنم؟ جوونه اگه ازش بپرسی چه شغلی رو میخوای انتخاب کنی؟ میخوای بری دانشگاه درس بخونی؟ نمیخوام ور برم خیلی به این قصه که برو یا نرو اینجوری یا اونجوری، اصلا این ایرادی میرا نمیخوام بگیرم. میخوای بری دانشگاه درس بخون، چرا میخوای؟ چه رشته ای رو انتخاب کن؟ هدفت چیه؟ الان اینجوری شدن هم بدون تعارف واقعیت جامعه ماست، هیچ تردیدی هم درش نیست. الان اینجوری، خیلی همون اینجوری، پسرم برو نمیدونم پزشکی بخون، برای چی؟ پول خوبی داره. برو فلان رشته نمیدونم چیزو کار کن، برای چی؟ پول خوبی داره. بعضی هم به یه نفر گفتم، گفتش که نه من اینجوری نیستم. گفتم دنبال چی بس؟ گفت من دنبال یه شغلی هستم که آبروی خوبی در جامعه داشته باشه. گفتم که بعدش؟
گفت که بعدش وضعم خوب بشه دیگه، بازم چرخ میزنه همونجا برمیگرده. حالا یکی مستقیم میگه این شغل انتخاب کردم، یکی یه دور میزنه دوباره برمیگرده همونجا. من نمیگم آقا برو فلان شغل انتخاب کن پول داره، من میگم اینجوری بگو چیکار میخوای بشی؟ میخوام پزشک بشم. برای چی؟ به خاطر اینکه با این کارم میخواهم دست یه مش شیعه ای که بی جامعه شیعه احتیاج به پزشک داره، میخوام برم با این کار یه عده بیمار هستن محتاج به کسی غیر شیعه نشن. من کارمو انجام میدم، پولم هم میگیرم، اما برای خوشنودی دل امام عزم کار رو میکنم. وفقك الله لمرضاته. این میشه همون کارو داره انجام میدی، همون کاره. هر کاری رو که در زندگیت انجام میدی، هر چی هست، بنایی داری میکنی، پایین ترین شغلا رو داری، هر شغلی که میخوای تصور بکنی، هر شغلی داری، نمیخوام اسم ببرم جسارت به هیچ شغلی نشه، هر شغلی رو که داری انجام میدی اون شغل بگیر، به این عنوان نگاه کن، جامعه شیعه احتیاج به این شغل داره یا نداره. من دارم با این کار یه گوشه از نیاز جامعه شیعه رو برآورده میکنم، با این کار امام اصلم دارم خوشحال میکنم، پولم هم میگیرم، نوش جونم. اون وقت کاری که انجام میدی رنگ خدایی پیدا میکنه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. همون کاره داری میکنی، اما یه چیز دیگه شد، یه رنگ دیگه پیدا کرد، یه شکل دیگه شد. اون وقت هر قدمی که تو اون کار برمیداری، هر ثانیهش رو برات عبادت مینویسن، هر ثانیهش برات عبادت مینویسن. تمام نگاهمون رو تو زندگیمون رو این قرار بدی، تمام نگاهمون به خدا برای این و اون کار کردن، برای اینکه جلوی چشم مردم آبرو پیدا کنم، برای اینکه تو خانواده همه از من تعریف بکنن، هیچ کدومش، من دلم نمیاد رو من برای این حرف رو بزنم، اما از بس جامعه شیعه آلوده به این چیز داره میشه، مجبوریم بگیم. و الا خیلی حرفای مهمتر از این هم هست که ما در عملش صحبت کنیم، اما واقعا این که من تمام زندگیم زنها مردها توی این جامعه شیعه تمام عمل کردشون از پوشیدن لباسشون از نوع فلان و فلان و فلان گرفته تا شغلاشون همش به خاطر اینه که بقیه چی میگن. یه دفعه نگاه کردم ببینم خدا چه میگوید، یه دفعه نگاه کردم ببینم امام اساس من راضی است با این کاری که دارم انجام میدم یا نه. هر کاری داریم، هر موقعیتی داریم، هر وضعیتی داریم، هر نعمتی داریم، هر امکانی خدای متعال ما داده، اونو تو این راه خرجش بکنم، تو این مسیر قرار بدم، نگاهم به یک نفر دیگه باشه، مردم چی میگن. اونی که بخواد تو دل مردم محبت من رو بندازه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان داشته باشه، اینو وعده های خداست، کسی که ایمان داشته باشه، کسی که عمل صالح و نیکو انجام بده، خدای رحمان در دل مردم محبت او رو میندازه. چی میخوایم دیگه؟ دنبال چی هستیم غیر از این؟ تمام نگاهم رو این قرار بدم، تمام نگاهم. وفقك الله لمرضاته. حضرت دارن دعا میکنن برای جناب علی ابن حسین قمی که خدا توفیق بده. حضرت میتونن یه دعای دیگه بکنن، کاری نداشت، خدا ثروتت رو زیاد کنه، خدا آبرویت رو در مردم بالا ببرد، خدا به تو قدرتی بدهد که هیچ چیزی در حد قدرت تو نباشه. همه این دعاها رو میشه کرد، اما بین همه دعاها دست رو این دعا گذاشتن، خدا توفیقت بده که کاری انجام بدی که مورد رضایت خدا باشه، یعنی کاری انجام بدی که مورد عنایت و توجه و حجت خدا قرار بگیری. وظیفه من اینه. حالا دو تا مسئله. یک، هر چقدر کار انجام میدم، تمام زندگیم گذاشتم برای امام اصلم، تمام زندگی گذاشتم برای خدا کار انجام بدم، باد نکنم که من دارم این کارا رو میکنم. یه چیزی کنارش همیشه باید باشه، تمام این کارا رو که انجام میدم یه نکته کنارش باشه، همیشه خودم رو مقصر ببینم، تو همه حالاتم مقصر ببینم. چی کار دارم میکنم من این کارا رو کردم. گاهی وقت میریم حرم حضرت رضا سلام الله علیه، یه جای خلاف میلمونه، میریم حرم حضرت رضا با عصبانیت، آقا ما این کارا رو کردیم، این کارا رو کردیم، اینجوری کردیم، این بود جوابمون. این طلبکاری دیگه، این خودشو مقصر ندیده. من هر کاری در زندگیم انجام بدم، شأن یه نعمت از نعمت‌های خدا رو به جا نیاوردم، شکر یک نعمت رو به جا نیاوردم، قدان اون کوچکترین وظیفه‌ام در مقابل حجت الله نبودم. شاید خیلی از من شنیده باشم، من از بس دوست دارم این جریان رو زیاد نقل می‌کنم. نگاه کنید، ظهر عاشورا، موقع نماز ظهری که ابی عبدالله سلام الله علیه خونده، موقع نماز ظهر وقتی که امام حسین خواستن بیستند برای نماز، یه چیزی خطری تهدید میکرد و اون این بود که لشکر ممکن بود در وسط نماز حمله کنه و بزن، که کردن این کار رو. یه عده از اصحاب آمدن مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادند که امام حسین علیه السلام تیر نخورند. دو نفر مقابل امام حسین ایستادند که یکیشون جناب سعد ابن عبدالله حنفی است. سعد
از اهالی کوفه بود، کسی بود که نامه کوفیان رو برای امام حسین برد و در مکه همراه سید الشهدا شد، با امام حسین آمد و برگشت در کربلا و ظهر عاشورا شهید شد. تصویر رو ببینید تا باید بگم چیه نکتش. مقابل امام حسین ایستاده، همه شنیدید لشکر عمر سعد یه عده تیراندازا سوار اسب ریختن آمدن در فضا. یک مرتبه نماز حضرت که شروع شد باران تیر هم آمد. اینا اغراق نیست، واقعیت. باران تیر آمد. این دو نفری که جلوی سید الشهدا ایستاده بودن مثل یه مجسمه و مترسک نه ایستاده بودن که تیر بهشون خورد نخوردم چی. از هر طرف تیر آمد، رفتن طرف تیر. تو این دو رکعت یک دونه تیر هم به سید الشهدا نخورد. سعد بن عبدالله تمام بدنش سرتابا پر از تیر شده بود. دست بسته که نبودن، تیر داره میاد، تیرها رو خیلیش رد میکردن، با سپر میگرفتن. اما باران تیر که میاد، از هر طرف تیر آمد، رفتن جلوی تیر، تمام بدنش پر از تیر شد. که امام حسین علیه السلام سلام دادن، یه پهلوان یه دلاور تو میدان دو تا سه تا تیر بخوره نمیفت تو زمین. دو رکعت نماز سید الشهدا خوندن، نماز حضرت تموم شد، سعد بن عبدالله افتاد رو زمین، دیگه داشت جون میداد. امام حسین سرش در دامن گرفته، دیگه چیکار می‌خواست؟ خودمون بذاریم اونجا چیکار می‌خواستم بکنم؟ کار دیگه هم میتونه سنجام بده تو اون لحظه. ایستاده مقابل سید الشهدا بدون اینکه جنگ بکنه، باران تیر به سمتش آمده، نذاشته یه دونه تیر به سید الشهدا بخوره، از هر طرف تیر آمده، رفته طرف تیر. حالا افتاده سرش رو کعبه عبدالله دامن گرفتن، چشم باز کرد، اینو گفت، عرض کرد: یا ابا عبدالله هل وافیت؟ وفا کردم آقا، کوتاهی نکردم، من بودم اونجا. آقا یا امام حسین ببین چیکار کردم، چیکار بکنم؟ مقصر باید ببینیم همیشه خودمون رو، همیشه مقصر ببینیم. هل وافیت؟ یه مدالی سید الشهدا بهش دادن که به خدا بعضی وقت آدم آرزو میکنه که یه همچین مدالی از امامش بگیرد. آرزو میکنه آدم، خدایا انشالله، میدونی، خدایا خودت میدونی، من بارها و بارها اسم سعد بن عبدالله رو بردم، آرزو اینه که سعد بن عبدالله شفاعت بده. اونقدر جایگاه عجیبی داره. امام حسین فرمودن: سعد انت امامی فی الجنه، بهشت هر جا من حسین بروم تو پیش روح من خواهی بود، همیشه همراه امام حسینم. مردم بگن که خوبه یا بده، به همچین چیزی رسیده. پس یک حرفم چی بوده میشه؟ رو این جمله هم وفقک الله لمرضاته، برای اینکه من توفیق رضایت خدا رو جلب بکنم، توفیق پیدا کنم، این که کار رو برای امامم باید بکنم. اولین مسئله اینه که آقا خودمون رو مقصر ببینیم، باد نکنیم که ما این کار رو کردیم، ما اینجوریه، ما جلسه میگیریم، ما تو جلسه شرکت میکنیم، ما از این مجلس به اون مجلس میریم، ما محرم و سفر میشه این کار رو میکنیم. یه سعد، هیچ کدوم از ما هر کاری کرده باشیم، کار یه سعد بن عبدالله نیست و اون اینجوری اظهار تقصیر مقابل امامش میکنه. یک. دوم، مزه همه چیز توی چیزه، مزهش توی اینه. ببینم زور من بیشتر یا زور این بچه ها بیشتر آخرش. مزه همه این حرفا توی یه چیزه، که من این کارها رو انجام بدم، من عمرمو بذارم برای خدمت به امامم، من تلاشمو بکنم، آخرش یک کلمه امامم بگه من قبول کردم. خدا شاهده زندگیمون هر کاری بکنیم همه بیان تعریف بکنن، من بشینم بالای این منبر برم، بعد بیان پایین همه بگن به به چقدر خوب حرف زدید، چه فایده ای داره؟ باور نکردیم اینا ما عندکم ینفد، اون چه در نزد شماست همه از بین می رود، و ما عند الله باق، اون چه در نزد خداست باقی میمونه. بخونم یه نامه، آدم نمیدونم به چه زبونی اینو بخوام بگم، که آدم به این حد برسد که امامش برای او یه همچین نامه‌ای بنویسه. یه شخصی هست به اسم علی ابن مهزیار اهوازی. این علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد علیه السلامه، از اجداد اون علی ابن مهزیار معروفیه که توفیق تشرف محضر حجت ابن الحسن پیدا کرد. تمام زندگی همه کارهایی که داریم انجام بدیم به خاطر امام است، که یه دفعه امام است اینو بگم. یه نامه نوشتن به علی ابن مهزیار، اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، علی ابن مهزیار، احسن الله جزاک، خدا جزای خیر بده، و اسکنک جنته، تو را در بهشتش جای دهد، و منعک من الخزی فی الحیات الدنیا والآخره، از خاری و ذلت در دنیا و آخرت تو را حفظ کند، و حشرک الله معنا، تو را با ما محشور کند. امام آدم، من کار انجام بدم برای امامم، امامم اینجوری واسه من دعا کنه، خدا جزای خیر بده، خدا بهشت تو را در بهشت جای دهد، تو را از خاری و ذلت در دنیا و آخرت ممانعت کند، با ما محشورت کنه.
یا علی قد بلوتک، علی ابن مهزیار من تو را امتحان کردم، و خیرتک فی النصیحت و توقیر و القیام به ما یجب علیک، تو رو برگزیدم، تو آدم خیرخواهی هستی، تو به اون چه به گردنت هست از تکالیف کوتاهی نمی کنی درش. فلو قلت، چه جمله هایی، فلو قلت انی لم ار مثلک لرجوت ان اکون صادقا، اگه من امام جواد بگم مثل تو ندیدم امیدوارم که راستگو باشم. چی میخواییم خدایا؟ ما خیلی هوا داریم، خیلی چیزا میخواییم، از آرزوام اینه یه دفعه با هر کاری که میکنم، هر کاری که در زندگیم انجام دادم به خاطر اینکه دل امام اصلم خوشحال کنم، یه امام اصل ولو نه روی من، حضرت تو دلشون هم اینو بگن که من آدمی مثل تو ندیدم، این کارایی که کردی رو من دیدم. فجزاک الله جنات الفردوس نزلا، خدا در اعلی الین درجات عالی بهش بده. باز این جمله، فما خفی علی مقامک ولا خدمتک فی الحر والبرد فی اللیل والنهار، علی ابن مهزیار زحماتی که برای ما میکشی در شب و روز در گرما و سرما از چشم من امامت مخفی نیست، همه رو دارم میبینم. او جناب، فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقيام، از خدا میخوام وقتی همه مخلوقات روز قیامت جمع میکند، ان يحبوک برحمت تغتبت بها، تو رو غرق رحمتی بکند که تمام مخلوقات به حال تو غبطه بخورن. چی کار کنم دیگه؟ کار بکنم تمام زندگیم، هر چی دارم، آبرویی که دارم، ثروتی که دارم، علمی که دارم، بیانی که دارم، هر چی، موقعیت اجتماعی که دارم، هر چی دارم، همه رو خرج بکنم، همه رو استفاده بکنم، بلکه یک دفعه امام من برگردد اینو بگه، بگه امیدوارم خدا بفرماید که من اون کارایی که کردی از چشمم مخفی نیست، برای هر کی کار کردی باشه، من دیدم کاراتو، ولو مردم ندیدن من دیدم کارتو، امیدوارم فردای قیامت غرق رحمتی بشه که همه به حالت غبطه بخورن. خب بالاتر از اینم چیزی هست که مزه‌ای داشته باشه تو این عالم؟ که آدم در اوج موقعیتی قرار بگیری که امامش اینجوری ازش تعریف کنه. برگردم، اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی علی ابل حسن علی ابن الحسین القمی وفقک الله لمرضاته، دعای اول حضرت بود، خدا توفیق بدهد تو را بران چه که مورد رضایتش از انجام بده. اینو توضیح داد. جمله بعد، و جعل من صلبکه اولادن صالحین برحمته، دو تا دعا کردن امام عسکری براش، اولیش خدا توفیق بده مسیر رضایت خدا رو طی کنی که گفتیم، عجیب از همه دعا دست رو این دعا باز گذاشتن، خدا از صلب تو اولاد صالح از سر لطف و عنایت به تو بدهن. یه ذره وایسیم رو این، کمی در مورد این صحبت کنم. اولا داشتن اولاد صالح در روایات ما به شدت در موردش فضائل عجیب غریبی نقل شده، ما هم در قرآن در مورد این قصه داریم، هم در روایت بهش پرداختیم. حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام رد می شدن از یه قبرستانی، یه قبری رو دیدن، متوجه شدن به حال برزخی او، دیدن داره عذاب میشه، رد شدن، سال بعد از همونجا رد می شدن، دوباره به همون قبر توجه کردن و متوجه به حال او شدن، دیدن در برزخ غرق نعمته، از خدای متعال پرسیدن که خدایا این قبر رو من سال گذشته از کنارش رد شدم، عذاب الان رد شدم، دیدم غرق نعمتهای برزخی است، چرا؟ خدا خطاب کرد یه بچه داره، این بچه از پارسال تا امسال کارهای خوب انجام داده، کارهای خوبی که اون انجام داده ثواب کارهای او رو اول از همه برای پدرش می‌ذاره، به خاطر کارهای خوبی که پسر کرده است، بچه کرده، برای پدرش ثواب نوشتن، عذاب رو از روی او برداشتن. خیلی مهمه دیگه، گاهی تو قرآن تعبیر شده، در آیات روایت آمده یکی از باقیات صالحاتی که برای انسان باقی مونه همین فرزند صالحه، که هر کاری او انجام میده، کارهایی که انجام میده برای پدر، برای اجدادش گاهی اوقات می نویسن، نعمتی داشتن فرزند صالح. اول از همه دعا بکنید، این کار رو حتما انجام بدید، از خدا بخواید تو دعاهایی که می کنید تو ماه رمضان، حرم حضرت رضا که میرین، اینو بخواید از خدا که اگر اولاد ندارین اولاد صالح خدا بهتون بده، اگر دارید صالح باشد. دو لبه تیغه ها، اگر از اون ورم بیفته باز چوب شما میخوریم، دو طرفیه. این دعا رو حتما بگو. یه جمله هم بگم حالا از این ور، به عنوان فرزند پدرامون نگاه کنیم، اینو بدونیم که خیلی از کارهای خوبی که ما انجام میدیم به دعای پدرانمون بوده. من گاهی اوقات اینجوری میگم برای ما نهایت پدر بزرگمون رو بشناسیم، پدر بزرگمون بودیم اسمش چی، جد هفتمون رو میدونیم که
بوده، جد دهمون رو میدونیم کی بوده، احتمال نمیدونیم شاید اون جد هفتم ما یه دعایی کرده، به دعای اون ما الان توفیق پیدا کردیم در مجلس اعضای اهل بیت نشست. ما دعا نمی کنیم خدای در ذریه ما دشمن امیرالمومنین قرار نده، شاید 100 سال قبل، 200 سال قبل، 500 سال قبل یکی از اجداد ما همچین دعایی رو کرده، به دعای اون ما اینجاییم، غافل از اون نشیم ما. این دو طرفی این قصه اولاد آبا، هم از این بره هم از اون طرف. او دعا کرده اولاد صالح بده، خدا توفیق داده ما تونستیم تو مسیر صحیح قرار بگیریم. پس این مسئله رو فراموش نکنیم و بدونیم این مسئله مهم. حالا بخونم دو سه تا حدیث. یه رساله ای هست هممون شنیدیم، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. حضرت سجاد اونجا در مورد فرزند یه حقی رو بیان می‌کنه. و اما حق ولدک، حق فرزند تو این است، فتعلم انه منک، بدان که او از توست، و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره، بدان در این دنیا فرزند تو کار خوب انجام بده به تو نسبت، کار بد هم انجام بده میگن باباش خوب تربیتش نکرده، بازم به تو نسبت میشه. و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب، و بدان که تو مسئولی در مقابل اون چیزهایی که برای او باقی گذاشتی. چیکار باید بکنم؟ یکی حسن الادب، نسبت به ادب نیکوی او باید توجه بکنم، و دلالت علی ربه، تلاش باید بکنم که خدا را بشناسد، امامش رو بشناسد، پیغمبر رو بشناسه، یعنی عقاید یاد بدم بهش، تلاش بکنم به که اعتقادات یاد بگیره. و المعونت له علی طاعته فیک و فی نفسه، و باید کمکش بکنی برای اینکه اطاعت خدا بکند. یعنی چی؟ یعنی من باید بستری رو فراهم بکنم برای اینکه بچم بتونه صحیح قرار بگیره. از حرفهای غلط اندر غلط اینه که آقا ما بذاریم خودش انتخاب کند. بله باید بذارم خودش انتخاب کنه، اما این یه معنی غلطی توش نیست که من ولش کنم هر جوری شد. من شرایط نیکو رو براش فراهم کنم اما خودش انتخاب کنه. مثلا شده ما وقتی بچمون یه بیماری شایع میشه بگیم آقا خودش باید بدنش مقاومت کند، لازم نیست من کاری انجام، بچم خودش باید انتخاب کند که درس بخواند، من مدرسه خوب نمیذارمش. اونی که برام اهمیت داره تلاش میکنم نسبت بهش، من یه راهی رو براش باز میکنم، نه اینکه زیغش کنم توی مسیر صحیح، فقط بخوام محکم نگرش دارم، اما مراقبت ازش میکنم. یه گلی رو هم که میذاری توی گلدون مراقبت میکنی ازش، سعی میکنی یه جایی بذاری این رو آفتاب بخوره، خاک خوب براش میریزی، حواست به اینا هست. بله خودش باید انتخاب کنه، اما من باید یه فضای مطلوب و نیکوی براش فراهم کنم، من باید کاری کنم که او اطاعت خدا بکند. فمصاب علی ذلک و معاقب، توی پدر توی مادر بر این کاری که بچت داره میکنه تو ثواب داده میشوی، تو عقاب میشوی. فعمل فی امره عمل المتزین به حسن اثره علی فی عاجل الدنیا المعذر الى ربه فی ما بینک و بینه، کار بکن در امور فرزندت، کار کسی که در دنیا به عمل او برای خودت زینت مهیا کنی، در آخرت در مقابل خدا عذر داشته باشی. همه ما وظیفمون اینه. پدرای ما یه کاری کردن که ما امام حسینی شدیم، یه بستری رو فراهم میکردن که ما آمدیم اینجا رسیدیم. این که ما عادت کردیم تو مجالس شرکت میکنیم، یه ذره فکر کنیم یه قسمت زیادش همینه. پدر و مادر ما میآوردن دست ما رو میگرفتن آوردن اینجا دیگه، به صورت عادی محبت امیرالمومنین از طریق پدر و مادر ما رسیده. ما برای بچه‌هامون چیکار کردیم؟ ما برای نسل بعدمون داریم چیکار میکنیم؟ خیلی باید روی این قصه کار کنیم. اگر هر کدوم از ما نسبت به فرزند خودم لااقل یه توجهی داشته باشم، جامعه نسل بعد ما معلوم درست میشه خیلی کاراش. با این وضعی که داریم پیش میریم معلومه چه اتفاقی داره میفته. یه جوری احساس کردیم که خیال کردیم که همینجوری پیش میره همه چیز. باید تربیت کنم بچه رو. تربیت اولاد یه پرونده بسیار بزرگیه توی دین ما و خیلی هم حرف داره. نمیخوام من در مورد این صحبت کنم، بشینم 10 شب صحبت کنم. میخوام چند دقیقه واسهتون صحبت کنم. چند تا نکته مهم بگم. چند تا نکته کلیدی بگم. چیکار بکنیم؟ تو برای تربیت اولاد چیکار بکنیم؟ یه حدیث بخونم اول. ببینید با این حدیث چجوری میشه معنا کرد. ما از پیغمبر اکرم این حدیث رو داریم، از امیرالمومنین داریم، از امام صادق علیه السلام داریم، همشون داریم، متعدد از ائمه مختلف داریم که بچه برای تربیت باید 3 تا 7 سال طی کنه. 7 سال اول بگذار بازی بکند، گاهی تو بعضی از روایت داره امیر است، 7 سال دوم او رو تربیت بکن به تربیت صحیح، تو بعضی از روایت داره عبد توست، امر و نهیش بکن، اینو کار دارن. 7 سال سوم وزیر و مشاور توست،
در کنار تو به تعبیر من باید کارورزی کنه دیگه، آروم آروم یاد بگیره. بعد از 7 سال سوم دیگه تربیت اصیل رو انجام دادی، دیگه باید بتواند تو این جامعه خودش پیش بره مسیر صحیح. حالا سوال میکنم 7 سال سوم یعنی از 14 سال تا 21 سال دیگه، یعنی من بچم رو یه جوری باید تربیت بکنم که به 14 سالگی رسید حکم وزیر و مشاور من داشته باشه؟ کدومی که از ما اینجوری بچه‌مون تربیت کردیم؟ 14 سالگی هنوز دهنش بوی شیر میده، تازه هنوز اول، تازه اونجا به فکر میفته که یه کاری بکنیم واسش. بچه از 7 سالگی تا 14 سالگی باید جوری تربیت بشه که به 14 سالگی که رسید کار اصلی تربیت رو انجام داده باشم. تو این 7 سال سوم واقعا کارورزیه، فقط یعنی فقط باید کنار من باشه. تو بعضی از روایت همین رو فرمود، همراهش باشه، از تو چیز یاد بگیره، فقط امر و نهی لازم نیست زیاد بکنیش. تو تربیت کردیم، این که از کلیدی ترین روایات ماست. اهل بیت اسلام در طهارت در مورد مسائل وقتی صحبت میکنن همیشه جزئیات تفاصیل نمیگن، یه قانونایی میگن، با این قانونا باید کار کنیم. این یکی از مهمترین قانونهای در تربیت. خب حالا چجوری تربیتش کنم؟ دو گروه شدیم، یه عده از ما بچه رو ول کردیم خودش هر جوری میخواد بره بره رشد کنه، میگیم بذاریم خودش انتخاب کنه، میگیم خود. یه عده از ما که سر تربیت داریم، چنان بچه رو فشارش میدیم، چنان تحت نظر میگیریم، چنان مراقبت میکنیم ازش، خیال میکنیم که همه جا باید با بچه همراه باشه. پدری که میخواد خیلی مراقبت کنه سر میکشه به همه جای زندگی بچهش، میگه همه جا من باش برم. آقا چقدر میتونم من مراقبت از بچه‌م بکنم و همراه او باشم؟ مگه میشه؟ بچه‌ای که بخواد اینجوری به رشد کنه که پدرش همیشه باش باشه، هیچ یاد نمیگیره که. بعدم مگه ما میتونیم از همه چیز اون خلوت‌های بچه خبر بگیریم؟ دارم سربسته میگم، اونقدر پیشرفت کرده تکنولوژی، من پدر با اختلاف سنی که بچه‌ام خیلی چیزاشو یاد ندارم اصلا. اصلا نمیدونم چه خبر از اون تو. نمیتونم همه جا همراه او باشم که. بخواد بره با رفقاش بیرون تفریحی بکنه، من دنبال را بیفتن. نمیشه که. این راه تربیت که این نیست. تربیت به چیه؟ تربیت به اینی که من بچه‌م رو جوری درست بکنم، جوری دنبال مسیر صحیح رفتن رو در وجودش نهادینه بکنم که خودش تشخیص بده خوب رو از بد، خودش تشخیص کاری بکنم که اون ادب نیکو در وجودش قرار بگیره. این تربیت، جوری عمل بکنم که دیگه این که میگم خیالم راحت باشه مهمه ها، خیالم راحت باشه، نه اینکه دیگه ولش بکنم، از دور مراقبت بکنم ازش، اما تو مسیر صحیح میندازمش. بچه وقتی رسید به 14 سال دیگه تو جاده صحیح قرار گرفته باشه، نگران از این نباشم که این الان ولش کنم تا از بندها آزاد بشه میره منحرف میشه. این نهادینه کردن به چیه؟ با چه کاری میتونم انجام بدم؟ من خیلی نگاه کردم تو روایات، به نظر من تمام مسئله تو یه نکته است، تو یه نکته است. پیغمبر اکرم کلماتشون قانون مدار است، جمله‌ای میگن که از توش هزاران دستور در میاد. حدیث از پیغمبر اکرم، راوی حدیث جابر بن عبدالله انصاری، متعدد هم نقل شده. کلیدی ترین نکته تربیت، یاد بگیر، اینو میتونم ثابتش کنم که این مهمترین نکته است. جابر بن عبدالله انصاری در کوچه های مدینه راه میرفت و دائما این رو میخوند. پیغمبر شنیدم که میفرمود علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی برترین افراد بشر است، هر کی منکرش کافره. بعد میفرمود ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. این جمله رو من دیدم خیلی اینجوری معنا میکنن، به بچه‌هاتون محبت امیرالمومنین یاد بدین. این نیست، بچه‌هاتون رو تربیت کنید به محور محبت امیرالمومنین، کلید اصلی تربیته. مهمترین چیزی که به بچه من باید یاد بدم و با اون محور تربیتش بکنم محبت اهل بیت عصمت و طهارت، نه اینکه بهش بگم توضیح میخوام بدم، نه اینکه بهش بگم بابا امیرالمومنین دوست داشته باش. ما باور نداریم که اگر کسی محبت امیرالمومنین داشت، تا وقتی که اون محبت داره، تا وقتی که اون محبت در وجودش بالفعله، تا وقتی که متوجه به امام خودشه، گناه نمیکنه. ما باور نداریم امام صادق علیه السلام فرمودن نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. ما منشأ هر خیری هستیم، هر خیری از ماست، هر چیزی فرع ماست. اگه اینا رو باور داریم، اساسی ترین چیزی که محور خیر محبت امیرالمومنین اهل بیت، اینو در عمق وجود بچه‌م باید قرار بدم. بهش بگم محبت داشته باش، گفتنم هست، اما مهمتر از اون عمله. یه جوری عمل بکنم که بچه‌م یاد بگیره محبت امیرالمومنین رو از من و ببینه تو عمل من چه چیزهایی دنبالش میاد. نام امیرالمومنین برده میشه چیکار میکنم؟
چجوری دوست دارم، چجوری اظهار محبت نسبت بهش میکنم، بدون حرف. گاهی خود با عمل اثر میکنه. یه مثال بزنم تا ببینید این عمل چیه. این مثال شاید خیلی از من شنیده باشن، خودمونم که بچه بودیم این مشکل واسمون بود. شنیدیم چقدر شده پدرای ما به ما میگفتن، اون وقتی بچه بودیم میگفتن نماز بخون، به هر نحوی بود در میرفتیم از نماز، دعوا میکردن، داد و فریاد میکردن، یه هر جوری بود. یعنی اگرم میخواستیم نماز بخونیم بدون وضو هم میشد چیزی میخوندیم. از اون ور چقدر شده خودمون وقتی بچه بودیم پدر و مادر ما میگفتن روزه نگیر، اما یواشکی هم میشد روزه میگرفتیم. برای چی؟ دستور میدادن به ما نماز بخونیم، در میرفتیم. به ما میگفتن روزه نگیر، روزه میگرفتیم. توی فضای ماه رمضان که قرار میگیریم همش توی نکته ها، دلیل نمیخواد، حرف نمیخواد، امر و نهی نمیخواد، عمل من و شماست. پدر و مادر ما وقتی ماه رمضان میشد یه بستر خوشگل و زیبایی رو فراهم میکردند که اون بستر اونقدر جذاب بود که ما همه رو تو اون روزه میدیدیم. شاید خیلی وقت از سال اینجوری جمع نمیشدن، اما سحر و افطار و تمام خانواده کنار هم باشن و مقدمات قبل از ماه رمضان و یه بستر، یه مجموعه فضایی فراهم میشه که این فضا اونقدر جذاب بود که دوست داشتم روزه بگیر. برای نماز این کارو نکردیم، این بستر جذاب رو فراهم نکردیم برای نماز. صد بارم بهش بگو نماز بخون، نمیخونه. در محبت امیرالمومنین همین کارو باید بکنم، در محبت امیرالمومنین همین کارو باید بکنم. باید یه جوری باشه با عملم با رفتارم بچه‌م وقتی میبینه ببینه منی که محب امیرالمومنین هستم عملم چجوری میشه، اخلاقم چجوری میشه. یه کسی میگفت بچه‌م به من میگه بابا محرم و سفر که میشه با اینکه شما حالتون تغییر میکنه، لباس سیاه میپوشید عزاده، اما اخلاقتون در محرم و سفر با اینکه بیشتر وقت میذارید خسته هم میشین، اخلاقتون خیلی بهتر از وقتهای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که میخواسته بکنن انجام داده دیگه. بچه وقتی اینو ببینه که پدرش محرم و سفر که میشه با اینکه عزادار سید و شهدا علیه السلام میشه، اما حال روحیش بهتره، حال بهتری داره، دوست نداره خودش تو این مسئله، میگه این شرایط خیلی شرایط بهتریه دیگه. تو محبت امیرالمومنین همین کارو باید بکنی، هممون باید همین کارو بکنیم. وظیفه من و شما برای تربیت اولاد، هزار یک حرف دیگه میزنن، هزار یک کلاس برگزار میکنن، هزار یک چیز میگن، من از اون چیز بلد نیستم، من اون چیز دین خدا گفته رو میگم. محوری ترین نکته تربیت، ادبو اولادکم علا حب علی ابن ابی طالب، این محور رو بهش یاد بده. به بچت یاد بده هر کسی رو میخوای دوست داشته باشی به محبت امیرالمومنین دوست داشته باشی. به بچت یاد بده هر کسی رو میخوای بیزار ازش باشی به محبت و دشمنی امیرالمومنین معیار تعیین کن. وقت چی میشه؟ بچه‌م اگه اینو یاد بگیره کینه هاش از بین میره. باباشو دوست داره چون میدونه امیرالمومنین دوست داره. نگو باید حرف منو گوش بدی، بگو اگه تو حرف منو گوش بدی، اگه حرف پدرتو گوش بدی، امیرالمومنین خوشحال میشه. اگه محبت تو دلش قرار گرفته باشه میره ترش. لازم نیست مجبور کنی دخترت رو برای اینکه چادر بپوشد هر جوری شده در بره. بهش بگو صدیقه کبرا اینو دوست داره. اگه نکرد اینجوری پیش ببرش. این محوری ترین. میفهمم چی دارم میگم و لاف نمیزنم، حواسم هست چی دارم میگم، بین خودم و خدا متوجهم. خدا شاهده اگه این در بچه های ما تثبیت بشه کوها به لرزه در بیاد، تکون نمیخورن. من باید نوکر امام عصر درست کنم دیگه، غیر از اینه؟ من باید یه بچه‌ای تربیت کنم که اگر صدای حجت ابن الحسن بلند شد بدون این کشید باشه راه بیفته بره، نه اینکه من مجبورش کنم برو. من باید بچه‌ای تربیت کنم که زندگیش رو بذاره برای خدمت به امام عصر. اولاد صالح میشه این، اینجوری هست. این محوره رو یاد بدم به بچه‌ام، ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. مجلس بردن یکی از مهمترین کارهاست، حرم اهل بیت اسلام و طهارت یکی از مهمترین کارهاست. از من برادر کوچکتون بشنوید، توفیق پیدا کردید، مشرف شدید، کربلا بچه‌تون کوچیکم بود با خودتون ببرید تو اون فضا، این بچه نفس بکشه تو اون فضا، نفس بکشه صالح میشه، خیلی چیز تغییر میکنه. حرم حضرت رضا مشرف میشین شبهای ماه رمضان، میتونید یه شرایطی رو مهیا کنید بچه‌هاتون رو با خودتون ببرید. محرم و سفر میشه، ماه رمضان میشه، بچه‌ها رو بیارید تو این فضا. من از اون آدمایی هستم که بچه‌ها بیان ناراحتم نمیشم، بیاد تو این فضا نفس بکشه، چیزی میفهمه از صحبت یا نمیفهمه، تو این فضا نفس بکشه. صدای یا حسین بلند میشه، او چی بشنوه گوشه، روحش بشنوه، اثر رو میذاره. زحمت دیگه هم لازم، این اساسی ترین کاره. اینو محور قرار بدیم، اینو یاد بدیم، اولاد صالح درست میشه. همه کارهامو روی این محور قرار بدم، همه مسئولیتایی که میخوام داشته باشم روی این قرار بدم، تمام دغدغه‌هامو روی این مسیر قرار بدم، روی این طریق حفظش بکنم. اگه این رو نگیرم اصل رو نگرفتم، شروع کردم به بالو پر دادن به درختی که ریشه‌شو دارم میزنم.
اینو حفظ. اقامه شاعر برای این کار بسیار موثره. بچه باید بفهمه، باید یاد بگیره، باید ولایت اهل بیت رو با اقامه شاعر یاد بگیره، باید بغض دشمنان در وجودش نهادینه بشه تا بشه ما به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دیدم جایی نقل کردن که روز پنجم رمضان روز تولد جناب قاسم بن الحسن. حالا به ذهنم اومد رسیدیم بحثمون به همینجا. فرزند به کجا میرسه؟ به چه حدی میرسه؟ بچه‌ای که 12 سالش بوده دیگه، 12 سال 13 سالش بیشتر نبوده، چیکار کرده کربلا؟ تو چه شرایط و موقعیتی قرار گرفته؟ بچه‌ای که تازه به تکلیف رسیده، درسته بله، در دامن سیدالشهدا بزرگ شده، فرزند امام مجتبی است، اینا رو میفهمی. اما بالاخره علاوه بر این امور که هستش، یه فضای تربیتی است. امام حسین که مجبور نکرده قاسم بن حسن رو به این حد رسیده از کمال و رشد، به این حد رسیده که شب عاشورا وقتی امی عبدالله میگن همه شهید میشه، عرض میکنه آقا یا ابا عبدالله عمو جان منم شهید. اونم داره تلاش میکنه، عموشه بله، اما میخواد تلاش بکنه خودش رو فدای امام خودش بکند. حضرت فرمودن مرگ در نزد تو چگونه است؟ یه آدمیه که افسرده شده، بیزار از زندگی دنیا شده. این حرفا نیستش که، صحبت مردن تو جا هم نیست، صحبتش کشته شدن، شهید شدن در رکاب امامه. ولی همچین مرگی باشه احلا من الاصل، از اصل هم شیرین تره، از اصل هم شیرین. امام حسین از که دلشون نیومد بفرماین که تو هم کشته میشی، فرمودن که یک کلمه میگم حتی شیرخوار من هم کشته خواهد شد، غیر از پسرم علی ابن الحسین امام سجاد هیچ مردی باقی نخواهد ماند. تمام دیگه. در این حال با همه این حرفا، بازم ظهر عاشورا، عصر عاشورا، وقتی که بنی هاشم رفتن به میدان، جناب قاسم بن الحسن کی رفته به میدان؟ اصحاب شهید شدن، جناب علی اکبر رفته میدان، بچه های عقیل رفتن، برادرهای قاسم هم رفتن، محمد و حسن اون دوتا رفتن، چهار تا پسر ام البنین مونده، قمر بنی هاشم و سه برادرش مونده، دیگه کسی نمونده. اون مقامده، مقامد مقابل عمو ایستاد که عمو اجازه بده برم میدان. ابی عبدالله فهمدن نمیذارم، تو یادگار برادرم هستی، تعبیر من تو رو برادرم به امانت بشه من گذاشته، نمیخوام بذارم بری. اصرار کرد ابی عبدالله، فرمودن اصرار هر چقدر بکنی اجازه. غم گرفتهش، وضع امام حسین داره میبینه، اون وضع به هم ریخته، خیام سید و شهدا، تشنگی، قربت، صدای حل من ناصر، ابی عبدالله بنا، همه رو میدونه دیگه، همه رو داره میفهمه. اومد یه گوشه ای نشست. نقل معروف اینه که حالا یا بازوبندی داشت یا مادرش اگر همراهشون بوده، اون مادر داده یه چیزی داد که امام مجتبی پدرت سفارشی داشته، فرموده بود که قاسم هر وقت غم عالم به دلت آمد، این سفارش رو باز کن عمل کن بشه. غم عالم به دلم آمده، عموم اجازه نمیده ببینم چه نسخه‌ای داره. بازوبند بوده، چیزی بوده، باز کردن. دیدن امام مجتبی نوشتن پسرم قاسم، وقتی در سرزمین کربلا عمویت حسین رو قریب و تنها یافتی، دست از یاری او بر نداری، اگر عمو اجازه نداد نوشته من رو ببر، اجازه میده. بلند شد آمد مقابل عمو، نوشت در دو. امام حسین نگاه کردن دست خط برادر، گریه کردن. دستور امام مجتبی است دیگه. کار اول بغل کردن قاسم رو، فبکیا، شروع کردن دوتایی با هم دیگه گریه کردن. اونقدر گریه کردن حتی غشی علیه ما، هر دو از حال رفتن. چی کشیدن زنا نمیدونم، واقعا چه کشیدن. جلوی خیمه ها زینب کبرا داره نگاه میکنه، ام کلثوم، سکینه، همه دارن نگاه میکنن دیگه. فرمودن لباس جنگی بیارید. لباس جنگی آوردن به تن قاسم کنن، زره به تنش کردن، به تنش نشد، بزرگ بود به تنش، مانع جنگیدنش میشد. خود بیاورید، کلاه خود گذاشتن سر و صورت قاسم، کوچک بود، خود که گذاشتن جلوی چشماشو میگرفت، نمیشه چیکار کنن؟ به جای زره یه پیراهن به تنش کردن. لباس جنگی قاسم یه پیراهن بوده، یه پیراهن بوده. به جای خود هم امام حسین علیه السلام یه عمامه‌ای به سرش بستن. نه آهنی هست که ضرب شمشیر رو بر روی تنش بگیره، نه خودی که ضرب شمشیر رو از فرق سرش بگیره. قوقاست زیارت ناحیه در مورد قاسم حسن حرفای عجیب غریبی داره، نمیخوام بگم که اجمالا میگم و سربسته میگم، این لباس تنها لباس جنگی قاسم، وقتی که امام حسین رسیدن ببینن اون لباس رو در زمان حیات قاسم بردند. امام حسین وقتی مواجه شدن با بدن قاسم، با یه بدن عریان مواجه شدن، وقتی رسیدن بالای سر قاسم همچین منظره ای رو دیدن. با این حال آمد داخل میدان، صورت امام مجتبی سلام الله علیه زیباست،
حمید ابن مسلم میگه یادم نمیره، سوار بر اسب شد، به عجله آمد، اونقدر صورتش مثل ماه میدرخشید، آمد وسط میدان ایستاد. این کیه؟ این بچه را از کجا آورده آموزه؟ صداشو بلند کرد، انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمد. شروع کرد به رجز خوندن، حمله کرد. اول کار اونقدر زیبا بود صورت قاسم که همه متحیر بودن، خیلی ها جرأت نمی کردن، دلشون نمی آمد باش بجنگن. عمر سعد دید هیچ کار نمی کنه، قاسم حمله کرده است به سمت لشکر، دستور داد ارضخوه بالحجاره، سنگ بارانش کنید. قاسم رو از کار انداخت همین بود، یه مرتبه ببینه باران سنگ داره به سمتش میاد، شروع کرد به گریه کردن، فرمود آخه من چه کردم که من رو سنگ باران می کنید؟ مگه نمیدانید من مسلمانم؟ حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. قاسم رو سنگ باران کردن.